کل نام یکی از قدیمی ترین محله های شهر استانبول ترکیه است منطقه‌ای که به عنوان نماد مقاومت در برابر دولت ترکیه شناخته می شود و بافت با آن امروز تغییر زیادی کرده است گروه موسیقی اوسیان در برابر تخریب در این محله استانبول شک گرفت <applause> یکی از اعضای این گروه رب میگوید بسیاری میگویند که زندگی در این کشور ناممکن است هنرپیشه ها هنرمندان و مردم عادی این حرف را زیاد میزنند ما میگویم اگر ما هم کشور را ترک کنیم دیگر کسی نخواهد بود تا آن را به جای بهتری تبدیل کند به همین دلیل میخواهیم اینجا بمانیم و شرایط زندگی را در کشور بهبود ببخشیم با موزیک و یا هنر می توانیم به این هدف دست یابیم. جوانان و نوجوانان ترکیه زیر سایه حکرانی حزب عدالت و توسعه طی 15 سال اخیر بزرگ شدند و بسیاری از آنها از تنشهای سیاسی در این کشور به سطوح آمدند. خبرنگار یورو نیوز در استانبول می گوید سنتر... پارک گزی در مرکز استانبول چهار سال پیش به نماد آزادی بیان و اعتراض سیاسی تبدیل شد. اشکال جدید و دیگری از رسانه به دنبال این نارامی سیاسی پدید آمد. <applause> رسانه ها در قالب جدید موفق به دور زدن سانسور در ترکیه شدند. انگین اوندر به همراه همکارانش یکی از این رسانه های نوظهور را در ترکیه تأسیس کرده است رسانه‌ای که با استفاده از اینترنت و اپلیکیشن های همچون واتساپ به اطلاع رسانی و پدید آوردن فضای گفتگو کمک کرده است در جریان اعتراضات پارک گزی رسانه ها به دلیل شرایط سیاسی که با آن روبرو بودند رویدادها را رو پوشش ندادند مسئله‌ای که باعث شد دریچه ثبت تصاویر در اختیار ما باشد به خیابان ها رفتیم زیرا رسانه آنچه را میخواستیم مشاهده کنیم پوشش نمی دادند. با گفتیم دست به تولید آنچه که می در نهایت مشاهده کنیم بزنیم. در حالی که گروهی از جوانان ترکیه به دلیل شرایط سیاسی موجود کشورشان را ترک می کنند، گروهی دیگر با باقی ماندن در ترکیه به دنبال تغییر وضع موجود و فضای آزادتر هستند.